خرابه. معمولا میگفتن سوئد پیشرفته است و همیشه داشت درسته، ولی به من که رسید، یعنی به فرهنگ ایران که رسید، حفظ شد و خراب و از بین رفت. اب نداره، برجت من با بیخوابی بسیار، بیماری بسیار و خستگی بسیار از راه بسیار دور اومدم. نه آمدم که از نمیدونم نمد فروغ و فراسات کلاهی برای خودم درست کنم، چون خودم از کافی معروف هستم. نه آرزوی آمدن به یومئو در شمار سویدقات و شمار داشتم، برای فرق نمی کنه. ولی آرزوی که همیشه دارم این بود که ایرانی رو ببینم، ایرانی رو تا اونجا که میشه ببینم و تا اونجا که میشه زبان فارسی باش صحبت بکنم. این زبان زبان ماست، این زبان ایرانه، این زبان زبان فروغ، زبان حافظه، زبان سعدیه، زبان مولویه. و همین الان تو ماشین به این دوستان میگفتم که ای بسا مولوی میگه، من نمیگم ای بسا هندو و ترک هم زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. ما کارمون از این حرفا گذشته، از زبان و از فرهنگ و از این حرفا مدت هاست گذشته. در آزادترین کشور جهان زندگی میکنیم، نه پلیس با ما کار داره، نه پاسبان، نه کمیته، نه هیچی، ولی خودمون اونقدر همدیگه رو اذیت میکنیم و اونقدر به همه چیز هم کار بی ربط داریم و اینقدر از همه چیز گله‌مندیم و اینقدر همه چیز رو وارونه نمایش میدیم که بعد آدم فکر میکنه که حیف زبان سعدی و حافظ و فروغ و مولوی نیست که در دعوا و مرافع شروع بشه و در دعوا و مرافع هم خط بشه. نیمایوشیش که تقریبا شاعرترین شاعر امروز کشور ماست میگوید که ورنه داغی بیند کسب دوران، نه چراغی بیند. ما با اینکه داغ بسیار دیدیم، عجیبی که از دیدن چراغ به نوعی عاجزیم، چون به نظر من نمیخوایم. نه که چراغ نباشه، چراغ هست، ما نمیخوایم، اصلا نمیخوایم چراغ رو ببینیم. فرهنگ، شعر چپی و راستی نداره. هر سلطنت طلبی، هر جمهوری خواهی، هر کمونیستی، هر سوسیالیستی، هر سوسیال دموکراتی، حتی خدا بیامرز اولا فالمه میتونست شعر حافظ رو بخونه. مال من نیست گوته، مال من نیست حافظ، مال جهانه. بعد ما انقدر کوچیک فکر میکنیم، کوتاه فکر میکنیم، جلوی دماغمون رو نمیتونیم ببینیم که همه چیزو میچسبونیم. چون این چپیه من باش حرف نمیزنم، چون اون راستیه من باش حرف نمیزنم. نزنیم، همه با هم قهر بکنیم. با از فروغ هم صحبت نمی کنم، از حافظ هم حرف نزنیم، با زبان هم فراموش میشه، بچه هم سوئدی میشن، خود به خود بچه ها سوئدی میشن در اینجا. و 50 سال دیگه نه زبان فارسی اینجاست، نه من زنده هستم، نه از فروغ صحبتی هست، نه از عشق، نه از مولوی، نه از سخن فارسی، زبان فارسی. اگر من این راه دراز رو میام و تبلیغ میکنن که مثلا تا دیشب بلیت 120 کرون هم چیزی نیست نبوده، ولی خب که مردم نیان، که مثلا از زبان من فرهنگ رو نشنون، بذارن مردم ایران فکر کنن که من فقط آواز بلدم بخونم. وای به حال ملتی که فکر کنه خوانندش بی سواده. خواننده یعنی یک آرتیست، یعنی یک هنرمند. نوازنده یعنی یک هنرمند، مثل یک شاعر، مثل یک نویسنده باید آگاهی داشته باشه، باید سیاسی باشه، باید بدونه، باید بتونه، باید با مردم و حتی با 5 نفر صحبت بکنه و اون 5 نفر رو جلب خودش بکنه. صحبت فروغ نیست، صحبت فرهنگ زبان پارسیه. و چیزی که ملت ایران رو در طول این 2500 سال، نمیگم تاریخ جمهوری یا سلطنت، هیچی، در طول 2500 سال زنده نگه داشته، وقتی که اشرف افغان به ایران حمله کرده، وقتی عثمانی حتی حمله کرده، روسا آمدن، انگلیس آمدن، امریکایی آمدن، هندی آمده، پاکستانی، لهستانی، همه کس ایران آمده، بگذاریم از سابق که یونانی آمده و رومی آمده و هر کسی آمده، و ما همیشه شکست خوردیم. موسیقیمون هی غمگین‌تر شده، شعرمون غمگین‌تر به خاطر شکستهایی که در طول تاریخ خوردیم. تمام غم ادبیات و موسیقی زبان پارسی به خاطر شکستهایی که در طول تاریخ خوردیم. فروغ از غم صحبت میکنه. من پری کوچک غمگینی را میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سهرگاهان از یک بوسه به دنیا خواهد آمد. ولی فروغ در شعرش امید هم هست، مثل بقیه شعرهای زبان فارسی. حافظ، نیم از کتاب حافظ غمه و امید
دادن به مردم ایران برای یک روزی، خودشم نمیدونه برای کی، یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. شود آیا یا بود آیا، نمیدونم، هر دو نوعش رو میگن، شود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند، در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. اگر یک حکومت در یک جای دنیا حکومت آدولف هیتلر باشه و در خانه تزویر و ریا رو باز بکنه، اون باکی نیست، به قول شیرازی حرفی نیست، اون کارش اینه. ولی ما که حکومت نیستیم، ما چرا با همین کارا رو میکنیم؟ ما که تمام سخن زبان پارسی پر از عشقه، تمام ادبیات زبان پارسی، مولوی پر از عشقه، سعدی پر از عشقه. سعدی میگه از دشمنان بریم شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم. امروز نیست کار ما که اینطوریه، اون زبان هم همین بوده. وگرنه که سعدی نمیگفته چون دوست دشمن است شکایت به کی ببریم. مگه میشه که کسی که زبان فارسی صحبت میکنه شروع به تحقیق بکنه برای اینکه ما رو فارسی رو گوش نکنیم؟ نه، ما از طرف گله میکنیم از حکومت هزار سال پیشمون که نمیذاشته مردم حرف بزنن، و خودم اینجا میگیم که تو حرف بزن، خفه شو، من بخوام حرف بزنم. ترستو میخواد بیاد حرف بزنه، نمیذاریم. خب چه فرقی میکنه با کمیته؟ اونا هم نمیذارن، نه فرخزاد حرف بزنه، نه فروغش، نه فریدونش. بنابراین ما چطور گله میکنیم از حکومت امروزی ایران که نمیذاره ما حرف بزنیم؟ خودمون همون بلا رو به سر هم دیگه توی وسط سوئد میاریم، مرکز دموکراسی جهان. فرانسه به این آزادی نیست که سوئد هست. فرانسه هرگز اون اولاف پالمر رو نذاشته. آخریش آقای میترانه که میشنوید که چه بلا به سر جورج هوش میاد و به سر فرانسوی میاد و به سر همه داره میاد، به خاطر یک آدمی که آمده و رفته. بماند صحبت عشق زبان فارسیه، صحبت فروغ نیست. فروغ بهانه است برای که یه ایرانی بیاد و به 50 تا ایرانی، 10 تا ایرانی، 8 تا ایرانی دیگه بگه من شما رو دوست دارم. ولی ای کاش من به دوستانم که من آوردن اینجا گفتم که ای کاش که ما میتونستیم به سوئدی ها بگیم که فقط کنسرت های ما و آواز فریدون و فرخزاد و رقص جمیله نیست که پر میشه، هزار نفر میرقصن، ما به فرهنگمون احترام میذاریم. بعد سوئدی نمیکشت ایرانی رو، ممکنه یک کس دیگری میکشت، ولی میدید که یه ملت است که باور فرهنگی داره، واقعا قدمت تاریخی داره. وقتی ما 2500 سال پیش کوروش داشتیم، بعد یا خوب مسئله دیگری است، مسخره یا امیدوار کننده، بخواب یا بیدار باش، اون مسئله دیگری است. ولی داشتیم 2500 سال پیش، همینجا چی بوده؟ آدم نمیخوردن اینا، حمله نمیکردن به آلمان، آلمانیا رو نمیخوردن، توی دیگ نمیپختن، نمیخوردن، شاخ نداشتن. و امروز تازه به اون شاخ افتخار میکنن. ولی ما 2500 سال پیش فارسی صحبت کردیم، ولی امروز نفی میکنیم. نه، این زبان فارسی گوش نکنین. فریدون فرخزاد بخواد از فروغ فرخزاد زندگی کنه. من از مملکت میام که آغاسی از حافظ در اون مملکت معروفتر بوده، گوگوش هزاران بار از خانم فروغ فرخزاد معروفتر بوده در مملکت. کی فکر فروغ فرخزاد و پروین اعتصامی بوده؟ حالا است که مردم از بیچارگی به کتاب پناه بردن، چون دیگه هیچی در مملکت نیست. حالا کتاب چاپه، کتاب فروغ چاپه 46، ولی در زمان زندگیش به چاپ سوم بیشتر نمیرسید. اون زمان همین شعرها بود، همین فروغ بود و همین فریدون و همین زبان فارسی و ادبیات فارسی و همین مردم آزادتر بودند. حالا میخوام بگم نبودند، اون وقت هم بد بوده، خیلی خوب بد بوده، ولی حتما به این بدی نبوده که مردم از ناچاری به کتاب، به موسیقی ایرانی و به فیلم پینوکیو در تلویزیون پناه ببرند. من بعجب زور که آمدم اینجا واقعا خسته و درمانده از آلمانی که هواش باعث خودکشی شده در هفته های اخیر، و من خودم حال خودکشی داشتم. گفتم تو سالون اگه 50 تا باشن به یکیشون میگم قرص خواب نداری، شاید من امشب بخوابم در یومه. ولی اینقدر دوستتون دارم در تمام زندگیم. از اون روز که روی صحنه رفتم، دکتر حقوق سیاسی بودم وقتی که روی صحنه رفتم، بعدا نشدم. اون موقع از آلمان دکترای حقوق سیاسی داشتم، یعنی انسان بسیار وارد به سیاست بودم. ولی رفتم دنبال اون کاری که رو مسخرگی پیشه گونو مطربی آموز تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی.
فقط از اون راه میشد صحبت کرد. دوست داشتم مردم رو داشته باشم. از پشت میز دانشگاه اومدم، نرفتم استاد دانشگاه بشم یا دیپلمات بشم، سفیر کبیر بشم. آواز خوندم، شب بود، بیابان بود، زمستان بود. مگر فروغ فرخزاد که آواز نخوند در مملکت و فقط شعر گفت چی کارش کردن همین روشن فکرا؟ بذار براتون بخونم که فروغ فرخزاد راجبه همین روشن فکرا چی میگه. همینا که داد میزنن، مشکلی میکنن، فریاد میزنن، شعار میدن. فروغ میگه، نامه فروغه، شاعر بودن یعنی انسان بودن. بعضی ها را میشناسم که رفتار روزانشان هیچ ربطی به شعرشان ندارد. یعنی فروغ میشناخته بعضی ها رو. یعنی فقط وقتی شعر میگویند شاعر هستند. بعد تمام میشوند. دو مرتبه میشوند یک آدم حریص، شکموی، ظالم، تنگ فکر، بدبخت، حسود، حقیر. خب من حرفای این آدم ها را قبول ندارم. من به زندگی بیشتر اهمیت میدم. ولی وقتی این آقایان مشتهایشان را گره میکنن و فریاد راه میاندازن، یعنی در شعرهاشان و مقاله هاشان، من فروغ فرخزاد نفرتم میگیرد و باورم نمیشود که راست میگویند. میگویم نکند فقط به خاطر یک بشقاب پولس که دارن داد میزنند. بگذاریم، فکر میکنم هر کسی کار رو هنری میکند باید اول خودش را بسازد و کامل کند. من وقتی که به ایران آمدم، گفتم دکتر حقوق سیاسی بودم و به آلمانی 4 کتاب شعر نوشته بودم. امروز پیش کسی مسئله رو نمیدونه. زبان فارسی را در اون زمانی آموختم که در ایران در تلویزیون مشغول کار شدم، ولی بلد بودم زبان فارسی رو و دست داشتم به زبان فارسی. اخیرم کتاب شعرم، که دومین کتاب شعرم اخیرم این شهر سنم 2-3 ساله در پاریس و لس آنجلس چاپ رسیده و کتاب بعدیم الان زیر چاپه. برای که بگم که با چه عشقی آمدم برای شما و چقدر دوست دارم مردم کشورم رو و چقدر به زبان پارسی احترام میگذارم و به فرهنگ زبان پارسی، مخواستم نیام. به اینا میگفتم به یک شرط میام، با 20 با 10 تا آدم، با 5 نفر میشه از ادبیات ایران صحبت کرد، ولی اون 5 تا رو بیاریم اینجا بشینیم کنار هم دیگه روی زمین به سبک خودمون، نه اونجور که بتی محمودی وانمود میکنه که ما روی زمین مینشینیم. ما کلمه میزبان رو 2000 ساله داریم، میزبان. پس میز بوده در زبان پارسی، پس مردم رفتن روی زمین. ژاپنی هم روی زمین میشن، این دلیل کم بودن ما نیست. امریکا که پشت میز مینشیند و ماشین به جهان صادر میکنه و بمب اتمی درست میکنه، 250 سال سابقه تاریخی داره و در این 250 سال غیر از جنایت من چیز دیگر از این کشور واقعا ندیدم. یا فیلم سینمایی خوب داشتن یا شوی قشنگ ساختن، ولی ما غیر از جنایت، غیر از جنگ، غیر از شکست، غیر از پیروزی، ما زبان فارسی که از غنی ترین زبان های جهان را داشتیم. اگر که پیانو میزنی که خیلی قشنگ میزنی، ایرانی چرا نمیزنی؟ چرا فرنگی نمیتونی ایرانی بزنی؟ بعد یه کمی آرومتر بزن. من دیگه 18 سال نیستم و سن تو رو ندارم و شو حال تو رو ندارم. من واقعا خیلی خستم. وقتی یواش میزنی منم عشق میکنم، وقتی بلند میزنی اونا میشنون، ولی من دیگه پر میشه بشم. من یک شعر خودم رو براتون میخونم از کتابی به نام در نهایت جمله آغاز است عشق. عزیزم بزن. هیچ میدانی ز درد من هنوز، از درون گرم و سرد من هنوز. هیچ میدانی چه تنها مانده ام، چون صدف در عمق دریا مانده ام. هیچ میبینی زوال برگ را، ابتدا و انتهای مرگ را. هیچ میبینی نهاد و ریشه را، یادداری لذت اندیشه را. هیچ میبینی چه سبز است این درخت، شاخه‌ای میچینی از اشجار بخت. هیچ باران را تماشا میکنی، چشم ساران را تماشا میکنی. میزنی دستی به گیتاری هنوز، میدمد از پنجه‌ات باری هنوز. هیچ سازی
در صدایت میخزد، نقش پروازی زپایت میخزد. هیچ میدانی زبان من چه بود، لحن این و لفظ آن من چه بود؟ گویا بشکست بالم در سخن، شمع بیرنگ زوالم در بدن، خسته ام از باور و ناباوری، می نخواهم ارتفاع دیگری، عمق تبدار زمینم آرزوست، یا شبی در مسلخ تاریک دوست. سینم پربار و بارم از صداست، نیچه گربینی همه مقصد تو راست، رنگ تدبیر جهان من تویی، برگ سبز استخوان من تویی. خواب میبینم هنوز از شانت، خانه میگیرم درون خانت، دردم از اندیشم بیدارتر، نفس حیوانی به چشمم خارتر. در جهان خود عیان میبینمت، اوج طغیان بیان میبینمت. من جهان را بر دو عالم دادم، از درون خود جهانی زادم. این جهان جای زوال عشق نیست، جای حیوان در روال عشق نیست، جای درد بی زبان درد هاست، جای تکمیل مزامیر صداست، جای تذهیب فلات سینه است، جای ترویج حق آینه است. گرچه تو با این جهان بیگانه ای، گرچه دور از ذهن سبز خانه ای، لیک من با عشق پایت میدم، در جهان خیش جایت میدم. تو دگر چیزی به جز من نیستی، من تو هستم، تو به جز من کیستی؟ آشنایی با همه زیر و ببم، گرچه پنداری که در هستی کمم. آه من را از درون من مگیر، نور را از قطر خون من مگیر، خیمه های عشق را ویران مکن، سینم را خالی از ایمان مکن. آفتابیم و به هم تابیده ایم، هرچه عالم بود آن را دیده ایم، پس جهان را در جهان من بدان، زهد کاذب را ز طرح دل بران. من جهان را در ته شب یافتم، از سیاهی آفتابی بافتم. آفتاب من تویی در عمق شب، بس که تابیدی به من مردم ز تب. از تب مرگ است این گفتارها، ریشه ها و پودها و تارها. ما پر از جوش و خروش مقصدیم، فکر پرواز نبرد اندر صدیم. از سخن چون عشق میماند زما، پس رها کن خیشتن را در صدا. چون صدا عشق است و پرواز است عشق، در نهایت جمله آغاز است عشق. عشق جان است و جهانی در سخن، وان جهان آکنده از گفتار من. من همه ذرات نورم در شتاب، خود دلیلم بر وجود آفتاب. لیک در من جز کمی بیدار نیست، این سخن هم انتهای کار نیست. کار من فروغ فرخزاد در سال 1313 در تهران در خیابون امیریه چهارراه گمرک به دنیا آمد. من بعد از او متولد شدم در کنار 7 خواهر و برادری دیگم، که امروز یکیمون کشته شد، فروغ مرد و 5 بقیه زنده هستیم، من در اینجا و بقیه در تهران. فروغ در چهارراه گمرک مثل من مثل بقیه بزرگ شد، در اینجا به دبستان سروش رفت و بعد به دبیرستان خسرو خاور در خیابون امیریه.
در 15 سالگی عاشق شوهرش، شوهر بعدیش شد، پرویز شاپور. و من از اونجا فهمیدم که عشق یعنی چی، که منو صدا کرد گفت اگه بهت یه تومن بدم یا 5000 بدم مثل کاغذ میبری در خونه اونا بدی؟ گفتم آره. و هم موقع خواهر دیگه، من خواهر بزرگترم، اونم عاشق شد، اونم روزی یه تومن من میداد نیستیم که. و من در روز دو سه تومن درآمد داشتم، کاغذ میبردم و نمیستم توی کاغذ چیه، فقط میدویدم بین خونه ها و کاغذ میبردم و میمیدم. و از اونجا هم اقتصاد رو فهمیدم، هم عشق رو فهمیدم. بعدا فهمیدم که چه دردیست، درد عاشق شدن و عاشق بودن. فروغ زن پرویز شاپور شد که از او خیلی بزرگتر بود، ولی اونجا به من میگفت که تو نمیفهمی، من همیشه دوست داشتم یک پدری داشتم که روش تکیه میکردم. پدر ما بسیار با فرهنگ بود ولی قصاب بود، عشق داشت ولی نشون نمیداد. افسر قدیمی که به بچه عشق نمیداد، به هیچ کس عشق نمیداد، به مادرم عشق نمیداد. بد بود در زبان پدرم، عشق دادن حتی به زن خانه بد بود. مادرم بی عشق موند و ماها بی عشق بزرگ شدیم و فروغ زودتر از همه از خونه رفت، زن پرویز شد و رفت به اهواز. یک سال بعد یک پسر به دنیا آورد به نام کامیار که امروز در تهران زندگی میکنه، شاعر و نقاشه. و 3 سال بعد از اون هم از پرویز طلاق گرفت، چون میگفت که با یک چیزی داره آشنا میشه که بیشتر جفتشه. وقتی بهش گفتم چیه، گفت نمیدونم، خودم دنبال خودم دارم میگردم، یه چیز دیگه رو دارم پیدا میکنم غیر از مرد، غیر از جفت، غیر از عشق به یک آدم دیگه به صورت شوهر. وقتی گفتم خب چی کار میخوای بکنی، گفتش که من برای این ساخته نشدم که پلو بپزم، جوراب بدوزم، شلوار بشورم، من باید برم دنبال شعر. اون موقع شعراش چاپ میشدن تو روزنامه ها و مردم شدیدن، همین روشن فکرهای قلابی، شدیدن بهش فحش میدادن و دقیقا با عرض معذرت کلمه فاحشه رو میگفتن. اون فقط 20 سالش بود، دختر بود که شروع کرد به شعر گفتن. ولی ما در کجای دنیا مگه زندگی میکردیم؟ در کجای کره خاکی؟ مگه زن در ایران حق داشت بگی که گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود، گناه کردم میان بازوانی که داغ و کین جوی و آهنین بود؟ مگه زن اجازه داشت که بگه بازوی مرد آهنیه و من رفتم توی بازوی مرد گناه کردم؟ زن ایرانی رو ساخته بودن در اون فرهنگ مرد سالار ما برای مطبخ و برای تخت خواب و برای حرف نزدن، خفه شدن و اظهار نظر نکردن. پروین اعتصامی شروع کرد به حرف زدن، ولی روزگاری زودتر از فروغ و بیچاره خفه شد، از عدس و نخود و لوبیا حرف زد، با گربه صحبت کرد. ای گربه تو را چه شد که ناگاه رفتی و نیامدی دگر باز؟ بس روز گذشت و هفته و ماه، از با گربه حرف میزد از تنهایی. فروغ شروع کرد به اینکه همونجور که یک مرد در کشور مرد سالار ما میتونه عاشق یک زن باشه، یک زن نمیتونه که عاشق یک زن باشه. تمام شعرهای زن از لب یار صحبت میگردن، مگه بیمار یک زن که از لب یه زن دیگه حرف بزنه؟ خب باید از بازوی مرد حرف بزنه، از سیبیل مرد باید حرف بزنه. و گفت در اون مملکت و فحش خورد. می نویسه برای من که فریدون عزیزم، از 1000 تا کتاب اون که چاپ میشه 500 تاشو روشن فکرها می خرن که تو مجلاتی که دستور طبخ خورش قرمه سبزی میدن کتاب منو نقد بکنن و من فحش بدن و من بگن که من خراب هستم. ولی من میستم، من یک شاعره نیستم، من یک شاعرم و جلوی اینا میستم. برای من میگفت که نگو من شاعره هستم، من مردم و باید جلوی این مرد بیستم و بگم که من مثل شما از تمام حقوق یک انسان برخوردار هستم. اینجوری شروع کرد به فروغ فرخزاد شدن. در ذهن ایران رو ترک کرد، کتاب اسیر رو نوشت و ایران رو ترک کرد. از ایتالیا به ایران برگشت، کتاب اوسیان رو نوشت، دیوونه شد، به بیمارستان روانی رفت و مدت‌ها در اونجا بستری بود، 9 ماه، نزدیک 1 سال. بعد از اونجا به خانه اومد و اون شعر معروف رو گفت که بعد از آن دیوانگی ها ای دریق، باورم ناید که عاقل گشتم. در کتاب اوسیان میتازه به مرد، به خداوند، به دنیای اطرافش، به همه چیز
به خدا میگه که تو از یک طرف میگه که من سرنوشت شما رو تعیین میکنم، بعد ما رو بدبخت از روز اول بدبخت و بیچاره میآفرینی. تو چه خدایی هستی که انسان رو بدبخت میآفرینی و دلت به این خوشی که تو سرنوشتش رو تعیین میکنی؟ بذار من خودم خدای خودم باشم، خودم سرنوشت خودم رو تعیین کنم، بعد تو منو مجازات کن به خاطر خوبیام و بدیام. ولی از من برای من برنامه پیش ساخته نساز و بعد من رو به خاطر خودت مجازات نکن. از کتاب عصیان فروغ به کتاب دیوار میرسه، از عصیان دیوار و بعد به تولد دیگر که همین عکس روش به چاپ رسیده بود و بعد آخرین کتابش که بعد از مرگش به چاپ رسید، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. خیلی مختصر اینا رو میگم که اینا رو میدونید. شما که آمدید اینجا یعنی یه چیزی شما رو آورده اینجا. اون حتما دیدار من نبوده، برای که من که قرار نبوده که نمایشی بدم، قرار بوده که صحبت شعر فروغ باشه. پس هر کسی که این صحبت رو میکرده شما میامدید. بنابراین مختصر میگم اینا رو حتما میدونید، این کتاب رو حتما ورق زدید و خوندید. بذارید از فروغ اونجور که من میشناختم صحبت کنم. یک دختری بود وقتی بچه بود با موهای طلایی و چشم قهوه‌ای روشن و پوست خیلی سفید، درست برعکس من، مثل یک برادر دیگه بود، خیلی اروپایی قیافه. و وقتی که 30 ساله بود یک زنی بود، موهای جلوش همه سفید، توالت نمی کرد اصلا، خیلی ساده لباس می پوشید و بعد می نوشت که توی آینه که نگاه میکنم میبینم که مقدار از موهای جلو سرم سفید شدند. 30 ساله هستم، یک زن کاملم، ولی خیلی سستی کردم، خیلی کارهایی که باید میکردم هنوز نکردم، تنبلی کردم، میترسم وقت نباشه و اون کارهایی که باید انجام بدم در این دنیای کوتاه انجام ندم. زندگی میگفت خیلی کوتاه و وقت خیلی تنگه، زمان خیلی حقیره و زود گذره. در 32 سالگی هم به این درست 2 سال بعد از این صحبت ها بر اثر تصادف اتومبیل کشته شد و مرد. از این فروغ دو تا شعر سیاسی باقی مونده، صدها شعر عاشقانه و یکی دو شعر اجتماعی. و این کتاب برگزیده که ورق میزنید یه دختر 16 ساله رو میبینید که عاشق شده، آمده از عشق، از بدن صحبت میکنه و میرسه به یک زنی که انقدر کامله که دیگه بدن براش مهم نیست، از هرچی بدنی میبره و با انسان گفتگو میکنه، از زمان صحبت میکنه، از زبان حرف میزنه، از عشق به اون صورت والا سخن میگوید فروغ 30 ساله که مولوی در 70 سالگی صحبت میکرده. فروغ بعد از طلاق از پس پرویز شاپور مدت کوتاهی تنها زندگی کرد، بعد عاشق ابراهیم گلستان شد، صاحب گلستان فیلم، با او کار سینما رو آغاز کرد، فیلم خشت آینه رو با او ساخت، فیلم خانه سیاه هست رو تنهایی از جزامیه ایران ساخت و فیلم های کوتاه دیگه و یک فیلم ایتالیایی از زندگی خود فروغ تهیه کردن. 20 دقیقه این فیلم آماده شد که فروغ فوت کرد. اون 20 دقیقه رو من دارم میگیرم از ایتالیا به اضافه فیلم های دیگری که از اوست. من دوباره برمیگردم به اینجا، من درست این فروغ هستم. وقتی که همه چیز اشتباه به نامشه، سوئدی تبلیغ عوضی میکنه برای فارسی زبون، بلیت 120 کرونش توی ابلهانه، اینو باید جبرانش کرد، باید گفت بلیت 20-25 کرون، اونا فقط شاید برای مثلا بلیت مسافرت اون آدمی که میاد و میره، همین. این کارا دستمزد نداره، صحبت از فرهنگ ایران که مزد نداره، که هر ایرانی باید از فرهنگ ایران صحبت بکنه، هر ایرانی باید شعر سعدی و حافظ و مولوی رو بخونه. حافظ در زمانی زندگی میکرد که حکومت ایران بدتر از حکومت امروز ایران بود، دوره امیر مبارزالدین، وحشتناکترین دوره اسلامی اون دوره بوده، همین کارها رو میکرد. به همین دلیل میگه در میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بکشه، مثل امروز. بعد دوره شاه شجاع میشه، در همون زمان زمان عوض میشه. وقتی بعضی از شما میگین برمیگردیم به ایران، 100% به زودی اوضاع خاورمیانه عوض میشه، مثل اروپای شرقی میشه. دیوار برلین که برداشته شد، بعد مردم دیدن پشت چه خبره، من قبلا دیده بودم، لازم نبود بعد ببینم، ولی جهان دید. رومانی رو دیدیم، چاوچسکو، بچه‌ها، من رفتم رومانی نمی‌شناختم.
بچه های رومانی نمیدونستن شکلات یعنی چی، پوستشون به تنشون چسبیده بود. بگذاریم از حافظ صحبت میکنم. حافظ در اون زمان وقتی که مبارزه میره و شاه شجاع میاد، حافظ میگوید شد آن که اهل نظر بر کناره میرفتن، تموم شد اون زمانی که مردم صاحب فکر صاحب نظر اون گوشه ها را میرفتن، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش، تموم شد، حالا لبا باز میشه. ناامید نباشید، این دوره کنونی تموم میشه و دوران بسیار پرباری در انتظار ملت ایران، فرهنگ بسیار غنی در انتظار ماست. برای اینکه وقتی که من آواز میخوندم در اونجا، خب من خواننده نبودم، من گفتم حقوق سیاسی خونده بودم، ولی برای اون شغل شب بود، بیابان بود، زمستان بود و دوست داشتم این چیزا رو. وقتی من کتاب مینویسم و به شعر پناه میبرم، بیا متوجه فرهنگ غنی زبان پارسی میشم. پس چه بسا شعرا و نویسندگانی که ده ها کتاب غنی تر از کتاب های خودشون نوشتن و آماده چاپ دارن برای زمانی که زبان در وطن ما دوباره آزاد میشه. این زبان، این زمان خیلی زود، خیلی زود، زودتر از چی که فکر میکنین به ایران خواهد رسید. حوالی نوروز ما یک چیزایی شروع خواهد شد و برجت یک تغییر و تحولی به خاورمیانه، همه خاورمیانه. وقتی که شنیدید که در عراق یک کودتا علیه صدام حسین شد، منتظر باشید که افغانستان وضعش عوض بشه و ایران برمی‌سوزد. در این زمان فروغ‌ها امروز زیاده، فروغ فرخزاد یک بهانه است برای من. امروز بسیاری زنان ایران، خانم سیمین دانشور، خب نویسنده معروف، لعبت والا، سیمین دانشور، سیمین بهبهانی، اینا زنده هستن. مینا اسدی در استکهلم زنده است. من در استکهلم از تمام روشنفکرایی که در سالن بودن، 500-600 تا ایرانی، سوال کردم چرا ادا در میارین؟ برای فروغ مورد جمع میشین، به مینای اسدی زنده توجه نمیکنین؟ این هم انسانه، این هم شاعره، این هم فروغه، این هم یک زنه، موهای سفید، بدون توالت بار میبره، درد میکشه که زبان فارسی زنده بمونه در سوئد، ولی کسی توجه نمیکنه و پدرش رو در میارن. یک شب مینای اسدی، بزرگ داشت مینای اسدی تا به حال شنیدین در سوئد؟ شنیدین تا به حال؟ من نشنیدم. یک شاعر زبان فارسی، یک زن شاعری امروز ما. گله بسیاره، ولی من آموختم که گله نکنم. من واقعا خیلی پوسکلفت هستم، یعنی خیلی چیزا رو بالا پایین خودم، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، همه نوع رو دیدم در کشورم و در دورانی که در تبعید مثل شما در اروپا زندگی میکنم. این روزها خواهند گذشت و روزگار دیگری خواهد آمد، ولی ببینیم که در اون روزگار فروغ چگونه صحبت میکرده از عشق. فروغ برای ابراهیم گلستان عشق خودش میگوید همه هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان، به سهرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم، آه من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی بازم بیلی از آن می‌گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه می‌آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمی‌گردد. زندگی شاید افروختن سیگاری باشد در فاصله رخوتناک دو هم‌آغوشی، یا نگاه گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی‌معنی می گوید صبح خیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من را با ادراک ماه و دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است،
به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای، و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده‌ای آن را از من می‌گیرد. سهم من پایین رفتن از پله متروکی است و به چیزی در پوسیدگی و قربت واصل گشتم. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من میگوید دستهایت را دوست می‌دارم، دستهایم را در باغچه می‌کارم، سبز خواهم شد، می‌دانم. و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می‌آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب میچسبانم. کوچه ای هست که در آنجا، کوچه که تو زندگی میکردیم، از همون کوچه صحبت میکنیم، کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همون موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی میاندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است، سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که زمهمانی یک آینه برمیگردد و به انسان است که کسی میمیرد و کسی میماند. یعنی حتی اگر بمیره میمونه. این قسمت رو خیلی ها نمیفهمن. منم خیلی دقت کردم روی این قسمت که وقتی قبلها این شعر میخوندم چی میخواد بگه. سفر حجمی در خط زمان، خودش یک حجمی میره، در خط زمان داره سفر میکنه و به حجمی خط خشک زمان رو با یک حجم دیگه، خط خشک زمان، این زمان امروز فردا پس فردا رو که هیچی نیست، با یه حجم دیگه جفتگیری میکنه، جفتگیری معنوی میکنه و این زمان رو آبستن میکنه. کتاب چاپ میشه، شعر گفته میشه، حجمی از تصویری آگاه، اون یکی حجم از یک تصویر آگاهیه که ز مهمانی یک آینه برمیگرده، خودش از مهمانی خودش، از پیش خودم، یعنی خودم رو حامله میکنم با فرهنگ، با زبان فارسی، با شعری که دارم برای شما میگم. یعنی من آبستن میشم از هنرم، از شعرم، بچه من شعره که بره. یعنی اون چیزی که اون موقع سر خیابون به من گفت که فریدون تو نمیفهمی، بچه من باید از پرویز شاپور جدا بشم و برم، عشق من با یه مرد زندگی کردن نیست، عشق من جفت من شعر منه. بعد اینجا در آخر این شعر فروغ میگوید هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. جای مروارید در جوی حقیر نیست که به گودال میریزد و هیچ صیادی توی جوی حقیر مروارید پیدا نمیکنه. بعد میگوید من پری کوچک غمگینی را، خودش رو میگه، من پری کوچک غمگینی را میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد، نه در یک جوی حقیر، در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین مینوازد. آرام آرام پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه میمیرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد. این شعر فروغه. یاد نیمایوشیش میکنم که فروغ میگفت که اون بزرگترین شاعر زمان ما هست. نیمایوشیش میگه که باید از چیزی کاست
تا به چیزی به قول زبان فارسی خودمون، زبان فارسیمون، هم خدا رو میخوایم هم خورما رو، هم خر رو میخوایم هم خورما رو. بعضی میگن، بعضی میگن هم خدا رو، هم متنای مختلف داره این جمله. ما باید یه چیزی از دست بدیم تا بتونیم یه چیزی رو به دست بیاریم. ما نمیتونیم از این طرف برای آزادی، دموکراسی، مبارزه سیاسی بکنیم، فریاد بزنیم در جهان و از نبودن آزادی شکوه و شکایت بکنیم در کشورمون، و از طرف دیگه همون آزادی رو از بغل دستیمون بگیریم، بگیم نه، آزادی این نیست که همه حرف بزنن، آزادی این که فقط ما حرف بزنیم. خب این که همینه که هست، که خیلی وقتا همینجوری بوده در کشور ما اصولا. مرد سالار، پدر سالاری، تو خونه همین بوده، هرچی پدرم میگفته همون بوده، تو مدرسه همین بوده. بچه چه حق داره اصلا حرف بزنه؟ تو گوه زیادی نخور، تو کار خود رو بخون، تو درس رو بخون. این فرهنگ، بله ما با این فرهنگ بزرگ شدیم. بعد یه دفعه میایم فریاد میزنیم که ای وای آزادی کجاست؟ چه کردیم با فروغ و فروغ‌ها؟ تازه با نویسنده‌های مردمون چیکار کردیم؟ با حافظ چیکار کردیم؟ با مولوی چیکار کردیم؟ مولوی رو انقدر اذیت و آزار کردند، انقدر درد و رنجش دادند که می نویسه که صدها سال پیش می نویسه دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. با چراغ می گشته دنبال انسان، مولوی تو ایران با چراغ می گشته آدم پیدا کنه، همه رو دیو و دد می دیده. اون زمان پس همین بوده، پس فرق نمی کرده. ما همیشه در پیه آزار دادن یک کسی بودیم. اصلا فرهنگ ما اینجوریه، ما باید اذیت بکنیم. ما هر چیزی که داریم ارزشی نداره برامون، ولی تمام چیزایی که، البته این قسمت این فرهنگ اسلامی میشه، تمام چیزایی که از دست میدیم شهید میشه، سرش بریده میشه، امام حسین رو دوست داریم، امام حسن رو علاقه بهش نداریم. در تاریخ اسلامی ما میبینید ما کجا از امام حسن یاد میکنیم. اونو زنش به سن داده کشته، ولی همه عاشق امام حسین هم، چون اونو یزید سرش بریده. ما همیشه دنبال مرده هاییم که خدا بیامرزتشون، چقدر بزرگ بودن. اما زنده هامون چی؟ هیچ وقت. ما همیشه فروغ و مسخره کردیم تو ایران. خود من ها چقدر مسخره کردن مردم. مگه مرد پاپیون میزنه؟ مگه مرد دست زنها رو میبوسه؟ مگه مرد اصلا این آواز میخونه؟ تو تلویزیون شو یعنی چی؟ الحمدلله که از دست حکومت اسلامی همه به خارج اومدیم و فهمیدیم که خوشا هم یه نوع هنره. مرد دست زن رو که میبوسی که چی، خیلی کارهای دیگه هم با زن ها میکنه و خیلی طبیعیه مسئله. ولی ما خیال میکنیم که اگه مرد دست زن، اصلا نمیگفتن که دست ماش کردن بده، میگفتن اصلا اولا بعضی میگفتن زن ارزشی نداره که دست رو ماچ کنیم، زن چیه؟ دوم که میگفتن بذار ما بیایم ماچ کنیم. چرا دست رو شونه بوش رامش از این میزنی آدم میذاری؟ ما ناراحت میشیم تو خونه، ناراحتی جنسی پیدا میکنیم. این واقعا فرهنگ فارسی ایرانی بوده و از این فرهنگ بر یه زن میخواد قد علم کنه. و شما زنها ایرانی امروز باید بیاد بیارید که در چه جاده فروغ و فراسات قدم گذاشته، برای این که شما امروز بتونید جلوی مرداتون بیستید و بگید ما حق داریم، ما حق داریم، ما آدمیم و خیلی برتر از شما هستیم. بعد از اینکه در ایران انقلاب اسلامی شد، اولین باری که یک گروه تظاهرات کرد در ایران، زنای ایرانی بودن، نه مردان. مردان همه فرار کردن، تیمسارا فرار کردن، سربانا به دنبالشون فرار کردن، همه فرار کردن، کسی نبود از ایران دفاع بکنه. زنا از دم دادگستری تو جلوی تلویزیون تظاهرات گذاشتن و زخم سری مردان در ایران علیه جمهوری اسلامی. خیلی بعد ها شروع شد در دانشگاه اون جنجال زمان بنی‌صدر، ولی اول زنا بودن در ایران، زنایی که آموخته بودند از پروین اعتصامی، از سیمین دانشور، از فروغ فرخزاد که بیستیم. اون جمله معروف درخت ها ایستاده میمیرن، بیستیم، خم نشیم. بروغ میگه روی خاک ایستادم، روی خاک ایستادم با تنم که مثل ساقه گیاه، آب و آفتاب و باد را می نکرد که زندگی کند. این فروغ فرخزاده، روی خاک ایستادن. خیلی ها فکر میکنن که فروغ
یک شاعر نوپرداز. فروغ میگه که اصلا قالب مهم نیست، شما اگه میتونین در زبان مثنوی حرفتون رو بزنین بزنین. و خودش میگه ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش، همچون بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در مزرع مژگان من، ای زگندم زارها سرشارتر، ای ززرین خوشه ها پربارتر، ای دری بکشوده بر خورشید ها در هجوم ظلمت تردید ها، با تو هم دیگر ز دردی بیم نیست، هست اگر جز درد خوشبختیم نیست. کدوم زنی میتونسته این گونه در زبان فارسی صحبت بکنه؟ با تو هم به مردش میگه با تو هم دیگر ز دردی بیم نیست، هست اگر جز درد خوشبختیم نیست. این فروغ فرخزاده. فروغ فرخزاد امروز به عنوان یک قسمتی از فرهنگ ایران دیده میشه، شناخته میشه، از او سخن به میان میاد. ولی همونطور که گفتم ما کم فروغ در ایران نداشتیم و کم فروغ فرخزاد نداریم. قمرالملوک وزیری که آواز خوند، اولی زنی که رفت در هتل پالاس تهران و آواز خوند، دست کمی از فروغ فرخزاد نداره. او در رشته خودش، اولین شبی که قمر روی صحنه میخواسته بره، مردم حمله کرده بودن، مردها و زنها چادر به سر و عبا و عمامه به سر با چوب و سنگ که قمر رو بکشند. و این زن در اون زمان، در زمان ایرج میرزا، در زمان ملک و شعرهای بهار، در زمان عارف، عارف قزوینی، در زمان تقریبا میرزا بهشتی هم میره روی صحنه و بدون چادر آواز میخونه در کشور ایران، در کشور اون زمان اسلامی ایران، که دوباره امروز مجددن کشور اسلامی ایران، بدون انتقاد کردن یا تعریف و یا تعجب کردن. به کسی گفت میست که داریم خواب ببینیم، گفتم نه، هستید من نباید نارنجی باشم، من نجیب هستم، عشقم عشقمه و این کار قانونیه، در تمام جهان عشق قانونیه. ولی ما که از عشق کار بد رو یاد گرفته بودیم و از بدن فقط جای بد رو آموخته بودیم، همه چیز رو بد میدیدیم، عشق رو بد میدیدیم، کار بد میدونستیم، زیباترین چیز جهان عشق، سخن حافظ، سخن مولوی، سخن سعدی، حتی سخن فردوسی پر از عشقه. ما از عشق فقط کار بد و عمل بد. بعدی آدمی میاد در اون اجتماع اینجوری که مردش البته حق داشت، ایج میرزا از پسر، از عشق بازی با پسر بسیار صحبت میکنه، در اون زمان خیلی مهارت و خیلی شجاعت داشته، خیلی شجاع بوده. بعد فروغ میاد و میخواد از یک کار خیلی تمایلی معروفی و مهمی هستن، مکاتباتی که ما با هم میکردیم در زمانی که من در آلمان درس میخوندم و شعر میگفتم به آلمانی و کتاب چاپ میکردم و او در ایران شاعر معروفی بود. ولی بگذاری از فروغ، آیه های زمینی شد براتون بخونم. عزیزم ببخش که میگم بزن، ولی بکنی آروم تر بزن. فروغ میگه آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و سبزه ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زن پس به خود نپذیرفت. شب در تمام پنجره های پرید رنگ مانند یک تصور مشکوک پیوسته در تراکم و تقیان بود و راه ها ادامه خود را در تیرگی رها کردند. دیگر کسی به عشق نیندیشید، دیگر کسی به فت نیندیشید، به هیچ کس دیگر، به هیچ چیز نیندیشید. در غارهای تنهایی بیهودگی به دنیا آمد، خون بوی بد
بنگ و افیون میداد. زنهای باردار نوزادهای بی سر زاییدند و گاهواره ها از شرم به گورها پناه آوردند. چه روزگار تلخ و سیاه. نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده بود. پیغمبران گرسنه و مفلوک از وعدگاه های الهی گریختند و برهای گمشده عیسی دیگر صدای هی هی چوپانی را در بهشت دشت ها نشنیدند. در دیدگان آینه ها گویی حرکات و رنگ ها و تصاویر وارونه منعکس میگشت و بر فراز سر دلقکان پست و چهره فقیه وقیه فواهش یک حاله مقدس نورانی مانند چتر مشتعلی میسوخت. مردابهای الکل با آن بخارهای گس مسموم انبوه بی تحرک روشن فکران را به ژرفنای خیش کشیدند و موشهای موزی اوراق زرنگار کتب را در گنجه های کهنه جویدند. خورشید مرده بود و فردا در ذهن کودکان مفهوم گنگ گمشده‌ای داشت. آنها قرابت این لفظ کهنه را در مشقهای خود با لکه درشت سیاهی تصویر می نمودند. مردم گروه ساقط مردم دل مرده و تکیده و مبهوت در زیر بار شوم جسدهاشان از غربتی به غربت دیگر می رفتند و میل دردناک جنایت در دستهایشان متورم می شد. گاهی جرقه ناچیزی این اجتماع ساکت بیجان را از درون متلاشی می کرد. آنها به هم هجوم آوردند. مردم گلوی یکدیگر را با کارد می دریدند و در میان بستری از خون با دختران نابالغ هم خوابه می شدند. آنها غریق وحشت خود بودند و حس ترسناک گنهکاری ارواح کور و کودنشان را مفلوج کرده بود. پیوسته در مراسم اعدام وقتی تناب دار چشمان پر تشنج محکومی را از کاسه با فشار به بیرون می ریخت، آنها به خود فرو می رفتند و از تصور شهوتناکی اعصاب پیر و خستهشان تیر می کشید. اما همیشه در حواشی میدانها این جانیان کوچک را می دیدی که ایستادند و خیره گشتند به ریزش مداوم فواره های آب. جمله از خودم بگم، میدون 24 اسفند یادتونه؟ اون طرف زندگی میکردیم وقتهای موقعی. شاید هنوز هم در پشت چشم های له شده در عمق انجماد یک چیز نیم زنده مقشوش بر جای مانده بود که در تلاش بیرمقش میخواست ایمان بیاورد به پاکی آواز آبها. شاید، ولی چه خالی بی پایانی. خورشید مرده بود و هیچ کس نمی دانست که نام آن کبوتر غمگین که از قلب ها گریخته ایمان است. آه صدای زندانی، آیا شکوه یأس تو هرگز از هیچ سوی این شب منفور نقبی به سوی نور نخواهد زد؟ آه صدای زندانی، ای آخرین صدای صداها. فروغ فرخزاد وابسته به هیچ حزب سیاسی نبود. ما با هم زندگی میکردیم. وقتی بچه بودیم من در سازمان جوانان حزب توده آواز میخوندم، چون تنها سازمانی بود که یه گروه کور داشت. آقای ایرج گلسرخی رهبری میکردن و من اونجا آواز میخوندم. فروغ هم میبردم با خودم اونجا. سازمان جوانان دموکرات اسمش بود. در هیچ حزبی نبود، نبودیم، نبودند، نبودیم. وابسته بهش گروه سیاسی نبود. انسان بسیار آزادی بود. اجتماع و آزادی رو به گونه دیگری میدید،
به گونه دیگری تعبیر میکرد و تفسیر میکرد، از اجتماع ما برداشت دیگری داشت، از مردم، از کلمه مردم برداشت دیگری داشت. هرگز در هیچ شعر فروغ کلمه خلق یا خلقی نمیخونید، مردم، گروه ساقط مردم. شعر فروغ شعر من نیست. در حواشی میدان ها جانیان کوچک، مردمی که آزار میدند مردم دیگر رو، نه فقط اون روز بلکه امروز، نه فقط اون روز اونجا بلکه امروز همینجا، در وسط بزرگترین دموکراسی های جهان، بازم هم رو آزار میدیم. بازم سخن از عشق نیست، بازم سخن از قلب نیست، سخن از معرفت انسانی نیست، سخن از هیچی نیست، سخن از اینه که فقط تو نه، تو نه، تو هم نه، فقط من. این من بودن ما رو کشت. براتون یک شعر از خودم میخونم و بعد به پایان کلام میرسم. در گوشه این اتاق تاریک یک باغ نشسته است بیدار. در گوشه این اتاق تاریک یک باغ نشسته است بیدار. از دوست ندیده جز مذلت، از غیر کشیده رنج بسیار. در ریشه هر گیاه سبزش انبوه کسادت است و دیوار. بر بام بلند ابرهایش خوشید نمی شود پدیدار. هر ثانیه اش هزار سال است در فاصله نگاه و دیدار. این باغ منم که خسته از خیش در خیش خزیدم دو صد بار. عشق است که می دهد خزانم، عشق است که می کند گرفتار. باور بکنید که خسته آمدم به سوئد. من از بیماری هوا چندین شبی که نخوابیدم. اگر واقعا کسی قرص خواب داره یا قرص آرام بخش بهم بده که شاید امشب در اومو بخوابم. ولی آمدم از 6 صبح امروز بیدار هستم تا الان که 7:30 شب روی پا هستم و خسته و مرده، واقعا خسته و مرده هستم. چشمم از بیخوابی میسوزه. ولی اگر آمدم اینجا باور بکنید که به هیچ دلیلی نیست. مگه اینجا اپرای متروپولیتن نیویورک که من بیام اینجا معروف بشم؟ اصلا اسم اومو رو من در عمرم نشنیده بودم و خود سعودیان حتما نمیدن که چنین چیز وجود خارجی داره. اصلا شما در عمرتون اصلا فکر نمیکردید که به سوئد بیاید، و اگر بیاید به اومو بیاید. یک واقعیته. هر کدومتون میگین که از اول میخواستیم بیان اومو، به خدا که دروغ میگید. چون من اسم اینجا رو اصلا انقدر گشتم روی نقشه که ببینم اینجا کجاست، و به خودم فکر کردم خدایا ممکنه خرس اینجا واقعا باشه. واقعا فکر کردم خرس قطبی، برای اینکه فکر کردم اینجا روی نقشه دیدم اون روز توی هواپیما، گفتم خیلی شماله. ملت ایران از شهرهای گمرک امیریه، از مختاری، از شاپور، از خیابون پهلوی، حالا نگین اسم پهلوی، حالا فقط اسم خیابون میگم، خیابون مصدق، نمیدونم خیابون خمینی، هرچی، از اون پل تجریش، از اون هوای تابستون، از اون فحشایی که به هم سلام گفتنا که توش هزار پدر سوختگی بود، از اون خداحافظی کردنا و نکردنا، از اون پشت سر حرف زدنا، از اون جنایات، اون کاری که با هم بلاهایی که به سرم، حرفایی که تا از اتاق کسی بیرون نرفته بود پشت سرش میگفتیم، خدا رو شاید میگرد که میگفتیم، مهلت نمیدونیم یارو پاش بره بیرون، میگفتیم اینو میبینی این پیزا چه چیزا که نمیگفتیم. ولی ما اینیم و این زیبا بود. از اونجا بعد سر از اومو در میاریم و بعد من میام که بگم که نه، ما نه سعودی هستیم و نه سعودی میشیم و هزار سال دیگه اگه اینجا بمیره و بپسیم، ما ایرانی هستیم. و من فقط به خاطر این اومدم که شما بگم که سلام، دوستتون دارم خیلی زیاد، با عشقتون اومدم، با عشقتون میرم که برگردم. دفعه دیگه میام 300-400 تا از آدم های ایرانی اینجا رو میرم تو همین یکی از همین سالونا و از شعر صحبت میکنم، هیچ آوازم میخونم، موسیقی هم میارم و خاطرات گذشتم روشن میکنم. خواننده، نوازنده نباید بی سواد باشه که بعضیا بتونن خوشحال بشن. هنرمند باید از هنر و از فرهنگ وطنش برخوردار باشه. یعنی چی؟ یعنی با سواد. من با فرهنگ کامل کشورم به اینجا آمدم.
و گفتم از دشمنان بریم، شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است. شکایت کجا بریم؟ خداوند پشت پناهتون باشه، خداوند حافظتون باشه. من فیلم فروغ رو در دوسلدورف اون اصلا کیف رو جا گذاشتم، یعنی اس اس البته این کار رو کرد نرسون، به همین دلیل میام صد بار دیگه میگم که میام به این شهر با اون فیلم و با فیلم دیگری، با نامه های فروغ و بعد حتما با موسیقی و حتما بعد از سخنرانی و شعر و این چیزا آواز و رقص ایرانی، چرا که من نمیفهمم تمام جهان آواز میخونه و این فرهنگ روسا وقتی میرقصن این زیباست، بلغارا وقتی برقصن خلق بلغارستان چقدر زیبا میرقصه، ولی ایرانی اگه برقصه میشه مطرب خراب. ما این نفهمیدیم فرق اینا رو، ما والا در طول این تاریخ من نفهمیدم که این چه زبانی است که ما در زبان فارسی بر خودمون درست کردیم. ایرانی آواز بخونه مطربه، خارجی رشید بهبودوف که میخون توی باکو خوب بود، همون آواز ما تو ایران تلویزیون ایران میخوندیم، میگفتن بابا این آدم یارو از آدم این آوازش گوش میکنیم، ما هم آواز میخونیم آیرلیخ، اونا میخوندن ما میخوندیم، اون خوب بود ما بد بود. ولی فرهنگ همینه، فرهنگ یعنی معنای فرهنگ اصلا اینه. تمام کارهایی که در اطراف من از صبح تا شب که بیدارم و خواب هستم حتی در خواب اتفاق میفته، این فرهنگ ایرانی منه، این فرهنگی، این فرهنگ عام. یک فرهنگ خاص هم داریم که این کتابه و این کتاب. با این فرهنگ و با عشق این فرهنگ به سوئد آمدم، با عشق این فرهنگم میرم دوباره به آلمان زندگی میکنم، در میشه گهگاهان در پاریس در رادیو کار میکنم و دوباره برمیگردم که شما رو ببینم و بازم شما بگم که بازم سلام و بازم سلام و هزار بار دیگه و هرگز خداحافظ، نه هرگز، همیشه سلام، زنده باشید و زنده باد ایران و زنده باد ملت ایران.